با درود خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA. بریم به کشور قزاقستان، کشتی های فرنگی محمد رضا گرایی. بله، گوینده سالم اسم دلاور شیرازی ما رو به طور کامل اعلام میکنه. محمد رضا گرایی عزیز با دو بنده آبی در مقابل کشتیگر از ازبکستان بخشی لویف قرار گرفته. دیدار نیمه نهایی هست. برنده این دیدار به فینال راه پیدا خواهد کرد. دو کشتی رو دسته هم دیگه کار میکنن. عرض کنم خدمت شما عزیزان، یه وزن بالاتر داره کشتی میگیره گرایی ماد، وزن 72 کیلوگرم. جام بولاتولی خانوف 12 تا 15 خرداد 1401. دو کشتی رو دسته هم دیگه کار میکنن. گرایی با دونده آبی هست و کشتیگیر ازبک با دونده قرمز. کشتیگیر ازبک هم پاپس نکشیده و دستش داره کار میکنه. ببینیم داور به کدومی که این دو کشتیگیر میخواد اختار بده. البته گرایی یه جورایی رو به جلو هست و دستش نشون میده که داره فن اجرا میکنه. کشتیگیر ازبک داره شلوغو میکنه ولی نمیتونه فنی اجرا کنه. اینجا دیگه باید اختار رو به روی کشتیگیر ازبک بذارن. رو به جلو از کشتیگیر ما ببینیم که ای تصمیم میگیرن که کشتیگیر ازبک رو در خاک کشتیگیر ما بنشونن. بله، داور درخواست میکنه و اینجا باید کشتیگیر ازبک در خاک گرایی ما بنشینه. ببینیم چه میکنه گرایی. بارانداز ها رو میزنه یا مثل همیشه سالتو لیفت میکنه و میاره بالا و چارتایی میگیره از این کشتیگیر ازبک. ببینیم چه نقشه ای داره. مرد یخی، مردی که آروم کشتی میگیره، آروم کشتی میگیره ولی یهو طوفانی برپا میکنه، مثل گردباد تورنادو میاد و کارو تموم میکنه. یه لحظه میخواست رو کنه کشتیگیر ازبک، اومده برای ما یه کنده فرنگی. ببینیم میتونه بکنه یا نه. تا به اینجای کار نتونسته کار از پیش ببره. شگرد همیشگی خودش، پارو بالا میاد، چپ و راست میکنه. ببینیم یه لحظه داور میخواست سرپا بده، بالاخره لیفت میکنه، بالاخره لیفت میکنه و امیدواریم سالتای همیشگی خودش رو نتونست کامل بتابونه. دوتا میدن احتمالا. بله، داور درخواست دو امتیاز میده و دو کشتی از تشک خارج میشن. بله، دوتا دادن، کاملا نتونست بتابونه. گرایی به مربی ها میگه که چلنج کنم. ببینیم چلنج ما جواب میده یا نه، چارتایی میدن یا دوتایی. امیدواریم که چلنج رو ببریم. خب، تو این دو از کشتی و هفت شرکت کننده حضور داشتن تو وزن 72 کیلوگرم. کشتیگیر ما، دلاور شیرازی ما، مرد یخی ما تو کشتی اول آزاد صادیکوف قزاق رو شکست داد. کشتی دومش شهرز اوچیلوف تاجیک به روی تشک نیومد. کشتی سومش اما در مقابل میرجان شرمخانبت قزاق، همون گربه سیاه گرایی، همون که مثل حسن یزدانی و تیلور تلسف شده، کشتی رو واگذار کرد. و اینجا اگر این کشتی رو، کشتیگیر رو شکست بده و برنده میدان باشه، به فینال راه پیدا میکنه. از اون بر هم دوباره با شرمخانبت قزاق باید کشتی بگیره. امیدواریم که انتقامش رو از این کشتیگیر قزاق بگیره در فینال. جهت اطلاع بگم عزیزانی که در کامنت ها می نویسن چطوره که یه بار شکست میخوره ولی به فینال میرسه. عرض کردم تعدادشون چون کم هست، اینا همه باید با هم کشتی بگیرن. کشتیگیری هایی که یه باخت دارن مثل گرایی به فینال میرسن. گرایی فقط یک باخت داشته بعد از 3 سال در میادین بین المللی در مقابل کشتیگیر قزاق و به فینال میرسه اگر این کشتی رو برنده بشه. تا به اینجای کار که برنده میدان هست و بله، چالنج رو هم میبریم، چالنج رو هم میبریم. تشخیص درستی دارم مربی های عزیزمون. 5-0 میشه. حالا ببینیم چه میکنه. یک بار دیگه در خاک باید بنشینه. ببینیم لیفت میکنه یا نه. اگر لیفت کنه یه چارتی بزنه کار تمام هست. یک بار دیگه میره سراغ همون شگرد همیشگیش، چپ و راست میکنه و حالا لیفت میکنه. نباید عجله کنه. بله، کاملا مسلح یه جای خوب پیدا میکنه و بله، چارتایی میزنه، کشتی رو تموم میکنه و
مربی کشتیگیره ازبک ناامید از جاش بلند میشه، کاری نمیتونه بکنه، مشتش رو هم به توشک کوبید ولی کاری نمیشه کرد در مقابل مرد یخی ما. عرض کردم آروم میاد ولی یهو طوفانی به پا میشه، گرد بادی میکنه و کار رو تموم میکنه. خب تبریک میگیم، به فینال راه پیدا کرد، امیدواریم این بار دیگه شرمخانبت قزاق رو شکست بده و این تلسم چند ساله شکسته بشه. دوستان یا حق.